با نام و یاد خدا و سلام خدمت شما همراهان همیشگی مسابقه هوش برتر، در خدمت سه شرکت کننده عزیز هستیم. ازشان دعوت میکنم خودشان معرفی کنند. با سلام، خلیل خجسته گسسته. با سلام، پدرام پیوسته نشسته. با سلام، آرمان آهسته شکسته. ولیکن دست علینی بسته. و اما سوال، دستا روی زنگ. معاهده نظامی سال 1955 که به امضای 8 کشور بلوک شرق رسید چه نام داشت؟ ببخشید، موضوع معاهده چه بود؟ همکاری، دوستی و کمک متقابل. بعدی 8 کشور کدام کشورها بودن؟ ببخشید. آلبانی، آلمان شرقی، بلغارستان، چکسلواکی، شوروی، رومانی، لهستان، مجارستان. خیلی ممنون، متشکرم. خواهش می‌کنم. خب بگو. نه، فقط پرسیدم. آقایی چه وضعشه تا ما حرف میزنیم سری شما نگاه تو دوربین میکنی؟ از قدیم گفتن پرسیدن عیب نیست، ندانستن عیب است. بله، راهنمایی میکنم. جواب مد نظر ما از دو واژه تشکیل شده که واژه اول هم معنی عهدنامه است. قرارداد. نزدیک شدی. یه چیزی تو همین مایه هاست. ببینید چند نفر دور هم جمع میشن مذاکره کنن، جواب مد نظر ما رو با هم ببندن. چیه اون چیزی که میخوان ببندن؟ در سالن. در سالن؟ در سالن. اگه نبندن خبرها به بیرون درس پیدا میکنه. آقا جان خوب دقت کنین ما چه کار داریم به در سالن. ببین دو طرف مذاکره کننده یه چیزی بینشان بسته میشه، بین همدیگه چه میبندن؟ دل. دل میبندن به هم. بیشتر موقعام جواب نمیده. برام پیش آمده. غلطه. تمام هدف از مذاکره بستن اونه. بستن چه؟ دهن. هدف بستن دهن هم دیگه است. امتیاز کمتری بدن. باید دهن شماها رو ببندن که هر خزعبلاتی به مغز معیوبتان میرسه به زبان جاری میکنید. عذرخواهی میکنم بینندگان عزیز. یه نفس عمیق بکشید. چشماتان رو ببندید و تصور کنید دو تیم مذاکره کننده رفتن بیرون از سالن که هوایی بخورن و دستی به آب بزنن. خب تیم های مذاکره کننده برگشتن داخل سالن، نشستن، قرار چی رو ببندن؟ زیب شلوار. اما کلنجا و من مردم مالیان ها و بانا زیپ شلوار. آقا یکیشان رفته بود دستشویی، توی فاصله یادش رفته بود زیپ شلوارش رو بسته. الان بست بایش یه جور نگاه بکنید. خود تصویر سازی زنمه یه جوریه. قلنگلیوت چرکن، این اعضا چه چیزی امضا میکنن؟ کاغذای دو طرف سفید آچار. خب تو کاغذا چه نوشته؟ آقا ما که تو جلسات های بزرگوارا نبودیم ببینیم معاهدهشان سر چه بوده. آی دارم روانی میشم، منم شیت کردید. آقا یه کمی فشار به مغزتان بیارید. اصلا فراموش کنید. فراموش. آقا راهنمایی میکنم. چه توش شریم آمدیم، راهنمایی هم نماند برام. آقا یه گزارشگر فوتبالی هست که فامیلیش یوسفیه. خب. اسم کوچیکش جواب واژه اول ماست. اولش هم با پ شروع میشه، دو حرف آخرش هم الف و نون داره. پژمان یوسفی. پویان یوسفی. حرف دومش یه داره. پی. پیکان یوسفی. ای خدا لعنتتان بکنه، اسمش پیمانه. پیمان یوسفی. درد میگیرید. پیمانه که خودم گفتم، دقت کنید جواب هنوز کامل نیست. واژه دومش با و و ر شروع میشه. پیمان ور راج. پیمان ور یا همون پیمان گیج. جواب نام یک شهره. پیمان ورامین. پیمان ورزخان. پیمان ورداورد کرج. ببندید دهنتان بینندگان عزیز، اطلاعیه را گوش بدید با توجه به این اوصاف.
8 کشور بلوک شرقی در سال 1955 میلادی برای بستن یک پیمان نظامی با دبدبه و کبکبه و کلی خدم و حشم و هیئت امراه آمدن تو وردآورد کرج پای میز مذاکره. خواد تو سرتان با تو بودم. ما بره چه آقا؟ تو گفتی وردآورد کرج، عصبانیش کردی؟ دمت به نیکی خاص خودی قوم گردید ورزخان، ورامین جواب پیمان ورشو آقا، تنفس. با درود مجدد برمیگردیم به مسابقه. دستا روی زنگ. اما سوال، چه کسی مبارزه بدون خشونت برای صلح و استقلال هند را بنا کرد؟ آقا بگید آبرو ما نبرید. چرا؟ چرا ایجو زاق نگاهی من میکنم؟ بچکا باید خوشین آیم نه آقا جمعیت هند بیشتر از 1,370,000,000 نفره. ما که همشان رو نمیشناسیم. خیلی سخته. راست میگه. فرفری مگه من گفتم تو همشان اسم ببری ها؟ من گفتم شخص مورد نظر راهنمایی میکنم. این شخصیت بزرگ و تاریخی فیلمش در ایران هم پخش شد. همامالنی. کی؟ همامالنی تو فیلم شعله بارها و بارها به ویرو میگفت ویرو با جبار سینگ مبارزه بکن ولی بدون خشونت. خداییش راضی نبود قلبا. خجالتی بکش تانکر، در شرم بنداز پایین. من جواب مردم شریف هندوستان چه بدم؟ مردم هند سلام کرده. اینها علم نهی، فهم نهی، شعور نهی، سواد نهی، اما مسخره بازی اهی. یک شخصیت بزرگ است، شخصیت تاریخی، اصلا زن نیست، مرده. آمیتاب پاچان. یا صاحب صبر، آمیتاب پاچان. آقا فیلماش بارها و بارها پخش شده. انقدر که ما پخش کردیم خود هندی‌ها پخش نکردن. آفرین آفرین. اول اسمش با حرف گ شروع میشه. گویندا. گویندا. آقایان خواهش میکنم شهر این مرد رو پایین نیارید. این مرد مرد بزرگ و شریف و مهمی بوده، سالهای پیش به رحمت خدا رفته. شیشی کاپور. هم بزرگ بوده، هم مهم بوده، هم شریف بوده، چند سال پیش هم به رحمت خدا رفت. فقط اول اسمش گ نداره. مطمئنی درست راهنمایی کردی؟ خدا نسلتان از رو زمین برداره. آقا جان ایشان هنرپیشه نبودن، تو هیچ فیلم و سریالی هم بازی نکردن. گردان خان. ای دیگه چیه؟ یکی از اون 1,370,000,000 نفر هندیه که خدمت درس کردم، خودم هم نمیشناسمش. ببند ببند خجالت بکش. یه راهنمایی آخره. جواب دین دین نین و توی نفرب بنیدیرم. اسم این شخصیت مهم هندی نام یکی از خیابانهای تهران است. خیابان پاتیس لومومبا. خیر ایشان کنگویی هن. خیابان سیمون بولیوار. خیر ایشان بولیویایی هستن، من میگم هندیه. خیابان حجر ابن اودای. ای که گفتی هندیه؟ نه ولی احتمال داره از سمت مادر هندی باشه. میدان آرژانتین. آقا من میگم شخصیت. آرژانتین شخصیته؟ نه ولی تیم با شخصیت و قابل احترامیه. آقا اگه به شخصیت تیم آلمان با شخصیتره. 4 بارم قهرمان جام جهانی شده. آقایان آقایان فرانسه هم فراموش نکنید. تمامش بکنید این مسخره بازیتانه. جمع کنید این سیرکتانه. بابا برید 2 کلمه کتاب بخونید. کف که نمیشه. آبروی ما رو بردید. جواب گاندیه، گاندی. ببخشی آقا من هر روز صبح که میخوام برم سر کار، سر خیابان خالد استانبولی سوار تاکسی میشم. نرسیده به گاندی سمت راست میپیشه تو خیابان 39. خب من دیگه گاندی به چشم نمیبینم که بخوام بشناسمش. آقای بی‌انصافیه وجدانه. آقا منم از کرج میام میدان آزادی، میرم سمت شهران. بفرم. اصلا سمت گاندی نمیرم که ببینمش. منم که بیکارم، دائم تو خانم. نمیخوام جایزه بدم بابا اینا. آری بابا. به پایان آمد این دفتر. تأسف همچنان باقی. هرچند تورم همه جا درد و عذابه، اما پی علم و هنر و دانش و فن اند ثوابه. اون وچه که با پول و زر و پارتی بگیری، بچیز خیالی که همه کس با حبابه.
سه تا مدرک عالی، بینش که نباشه همه کار تو خرابه. گر تا ته دنیا برسه علم و سوادت، چون پای عمل نیست همه نقش برابه. نقش برابه، نقش برابه، نقش برابه، نقش برابه. این شعر فقط گفته نشد بهره تیتراژ، یک لحظه تو فکر کن همش حرف حسابه.